برنده نهاییمون اعلام خواهد شد. ما از دیروز تا حالا حدود 4 نفر از کسانی که به دلیل این ویروس فوت کردن افزایش پیدا کرده و به 12 نفر رسیده و احتمالا حدود افراد مبتلا مالامون تستای نهایی، چون تستا در 2 الی 3 مرحله انجام میشه، حدود افراد مبتلای تست مثبتمون هم 59 الی 60 61 این حدود خواهد بود که اعلام شد. شاید تا آخر الان جلسه برای من با موبایل بفرستن اعلام بکنم. ما هر روز مطلع دیگه به صورت زنده ساعت 1 تعداد کسانی که فوت کردن و تعداد کسانی که مبتلای قطعی هستن اعلام بکنم. یه آمار دیگه هم که میدیم اون همه امروز حدود 900 خواهد بود، تعداد کسانی که مبتلا شدن و تعداد کسانی که علائم شبیه آنفلانزا و شبیه کرونا رو دارن و ما از نظر ما مشکوک هستن که کرونا داشته باشن یا نداشته باشن. همینجا میخوام یه توضیح بدم، چون من دیدم بعضی از رسانه‌های خارجی این رو مطرح میکنن و بعضی سوالات هم در داخل کشور مطرح میشه. تعداد فوت شده اگر صورت باشه، مخرج تعداد مشکوکی است که با معیارهای بالینی انجام میگه. یعنی ما 8 یا 12 فوت رو میگیم، تقسیم برای 900 میکنیم و فوتی ما از میان مشکوکی حدود 1% میشه. علت این هست، این هم توجه بکنید که ما بعد از اینکه یه مدت گذشت و در همین حال هم اگر یه خانواده مثلا یک نفرشون تستش مثبته و بقیه اعضای خانواده همون علامت رو دارن، دیگه تست نمی کنیم. هیچ جای دنیا تست نمی کنن. میگن یک بیماریه دیگه. معمولا ما تو پزشکی میگه نمیشه 2 بیماری 3 بیماری همزمان در یک بیماری ها در افراد تو بیماری های خونی تو افراد اطرافشون باشه. بس این آمار اون هست. این شایبه رو من دیدم دارم میدازن که فوتی ما 10% و 20% و 30% این هست. اصلا اینجوری